از آقای اشرف تابش، کارشناس مسائل اجتماعی از اسلام آباد، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای تابش سلام، وقت شما بخیر. سلام بر شما، وقت شما بخیر، در خدمت شما هست. جناب تابش، تحلیل شما در رابطه با نگرانی های بین المللی نسبت به عدم مسئولیت معترضان در پاکستان چیه؟ بفرمایید. خب شما ببینید که این نهادهای حقوق بشری مثل نهادی که شما در گزارش خود از اون نام بردید و اینها در واقع سه تا هدف را می تواند که در این گونه موارد و در این گونه قضایا دنبال کند. یک، با ترتیب و مستندسازی خشونت ها علیه معترضین یا فعالین حقوق بشر یا در مجموع افرادی که به هر دلیلی در هر کجای از دنیا مورد خشونت قرار میگیرند و حقوقشان پایمال میشه، بعد ساختن مستند آنها و نشر گزارش های ویژه و ارائه مثلا حتی اخطاریه و حتی گزارش ها میتواند بر وضعیت مطلوب یک تلنگر وارد کند بر دستگاه حکومتی یک منطقه و یک محل، مثل کما این که در بالای پاکستان این فشار را وارد کرده است که تا آنها را وادار بسازد که مسئله حقوق طبیعی معترضان را که یک حق طبیعی شان هستند آنها را رعایت کند. این یک مسئله. هدف دوم را که دنبال میکند این است که نفذ خود این کمیسیون در واقع اعاده حقوق شهروندی و حفظ آن در راستای کنوانسیون های مجامع بین المللی است و منشور حقوق بشر سازمان ملل هستند و اینها میخواهند نشان بدهند که ما در این راستا فعال هستیم و صدای خود را بلند میکنیم. و ما به نظر من مرحله سوم این است یا هدف سوم را که این نهادها دنبال میکند این است که در واقع نگذارد خشونت بیشتر از این فراگیر شود و این خشونت گسترده‌تر شود. البته که در این قضیه منطقه بنوی خیبر پختونخوای پاکستان قصه از این قرار است که مثلا ارتش پاکستان تصمیم دارد یک عملیات تصفیه‌ای را بر علیه مخالفین دولت پاکستان در این مناطق روی دست بگیره، اما مردم محل با این مسئله مخالفت دارند و طبق گزارش ها میان دو طرف برخوردهای خشونت آمیز صورت گرفته و این واقعا برای نهادهای حقوق بشری بین المللی واقعای نگرانی هستند که آنها تلاش دارند که با وارد کردن فشار بر پاکستان و تترسازی این موضوع در رسانه های ملی و بین المللی فشار لازم را برای پاکستان اعمال کنند تا آنها حقوق و امنیت و مسئولیت معترضین را که به عنوان یک حق طبیعی از آن استفاده میکنند در نظر بگیرند. بله، ممنونم. با تشکر از اشرف تابش، کارشناس مسائل اجتماعی از اسلام آباد که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.